فصل دوم. به این سبب ما باید هرچه بیشتر به آنچه شنیده ایم توجه کنیم، مبادا از راه منحرف شویم. صحت کلامی که به وسیله فرشتگان بیان شد چنان به ثبوت رسید که هر خطا و نافرمانی نسبت به آن با کیفر مقتضا روبرو می شد. پس اگر ما نجاتی به این عظمت را نادیده بگیریم، چگونه می توانیم از کیفر آن بگریزیم؟ زیرا در ابتدا خود خداوند این نجات را اعلام نمود و آنانی که سخن او را شنیده بودند حقیقتش را برای ما تصدیق و تأیید کردند. و در ضمن خدا با آیات و عجایب و انواع معجزات و عطایای روح القدس طبق اراده خود گواهی آنان را تصدیق فرمود. خدا فرشتگان را فرمان روایان جهان آینده، جهانی که موضوع سخن ماست، قرار نداد. بلکه در جایی از کتاب مقدس گفته شده است، انسان چیست که او را به یاد آوری؟ یا بنی آدم که به او توجه نمایی؟ اندک زمانی او را از فرشتگان پست‌تر گردانیدی، تاج جلال و افتخار را بر سر او گذاشتی و همه چیز را تحت فرمان او درآوردی. پس اگر خدا همه چیز را تحت فرمان انسان درآورده، معلوم است که دیگر چیزی باقی نمانده که در اختیار او نباشد. اما در حال حاضر ما هنوز نمی‌بینیم که همه چیز در اختیار انسان باشد. اما عیسی را می‌بینیم که اندک زمانی از فرشتگان پست‌تر گردیده و اکنون تاج جلال و افتخار بر سر دارد، زیرا او متحمل مرگ شد تا به وسیله فیض خدا به خاطر تمام آدمیان طعم مرگ را بچشد. شایسته بود که خدا، آفریدگار و نگهدار همه چیز، برای اینکه فرزندان بسیاری را به جلال برساند، عیسی را نیز که پدید آورنده نجات آنان است، از راه درد و رنج به کمال رساند. آن کس که مردم را از گناهانشان پاک می‌گرداند و آنانی که پاک می‌شوند همگی یک پدر دارند و به این جهت عیسی آر ندارد که آدمیان را برادران خود بخواند، چنان که می‌فرماید نام تو را به برادرانم اعلام خواهم کرد و در میان جماعت تو را حمد خواهم خواند. و نیز گفته است به او توکل خواهم نمود. باز هم می‌فرماید من با فرزندانی که خدا به من داده است در اینجا هستم. بنابراین چون این فرزندان انسانهای دارای جسم و خون هستند، او نیز جسم و خون به خود گرفت و انسان گردید تا به وسیله مرگ خود ابلیس را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد. وان کسانی را که به سبب ترس از مرگ تمام عمر در بردگی به سر بردن آزاد سازد. البته او برای یاری فرشتگان نیامد، بلکه به خاطر فرزندان ابراهیم آمده است. پس کاملا لازم بود که او از هر لحاظ مانند برادران خود بشود تا به عنوان کاهن بزرگ آنان در امور الهی رحیم و وفادار باشد تا گناهان مردم را کفاره نماید. چون خود او وسوسه و رنج دیده است، قادر است آنانی را که با وسوسه ها روبرو هستند یاری فرماید.